علمهم سبل الهدى ضم الجراح المتعبين. هذا الكتاب بيانه يشفي صدور المؤمنين، فيه النجاة من اللظى وبه هدى للمتقين، فيه النجاة من اللظى وبه هدى للمتقين. حمد و ثنا به پروردگار و درودی به پایان به پیامبر آخر زمان محمد ابن عبدالله علیه الصلاة والسلام. اما بعد، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زکات سهم، مراد از سهم چیست؟ مراد از سهم آن است که شخص در شرکت با اشتراک نمودن در اجرای کار حصه خود را میگذارد و آن سهم جزء از مالی شرکت است. سوال: از کدام نوع سهم زکات پرداخت کرده شود؟ از نوع سهم هایی که یک ساله و یا چند ساله است و اینچنین از سهمی که با آن تجارت کرده شود، پس از آن سهم ها زکات پرداخت کرده می شود. سوال: اگر شرکت زکات سهم ها را پرداخت کند، پس دیگر اشتراک کنندگان چیکار کنند؟ برآوردن زکات از گردن دیگر اشتراک کنندگان ساقط است. سوال: اگر شرکت زکات سهم ها را پرداخت کند، پس آیا سهمی که برای مضاربه بود از گردن دیگر اشتراک کنندگان ساقط است؟ شخصی که سهم او به مقصد تجارت بود، پس پرداخت زکات با او به مثل مالهای تجارتی معامله کرده می شود. اگر شرکت زکات سهم ها را پرداخت کرده باشد، پس باقی مانده زکات را با نرخ بازار حساب کرده از آن زکات را پرداخت کند، برای آنکه قیمت نرخ بازار همیشه از شرکت بالاتر است. مضاربه چیست؟ مضاربه از کلمه عربی ضربه یعنی زدن گرفته شده، معنای قدم زدن در زمین را دارد و اینچنین به معنای سفر در روی زمین برای تجارت است. مضاربه در شریعت این عهدی بین صاحب پول مال و تاجر است که آنها در بین خود از روی عهدشان فایده را تقسیم کنند. سوال: زکات اسهم مضاربه را در بازار اسهم چی طور پرداخت کرده می شود؟ به نرخ امروزه نظر کرده، پس همان مبلغ را به رقم 40 و یا 2.5% تقسیم می کنند و با رعایت کردن دیگر شرط های زکات آن را پرداخت کنند. به مثل شخصی که 5000 اسهم تجارتی برای خرید فروش داشت و در روز برآوردن زکات نرخ اسهم در بازار 2 دینار بود، پس زکات خود را از روی جدول زیرین حساب کند: عدد اسهم ضرب نرخ اسهم در روز برآوردن زکات در بازار تقسیم 2.5% برابر نتیجه قیمت زکات، یعنی 5000 اسهم ضرب 2 دینار تقسیم 2.5% برابر 250 دینار قیمت زکات. سوال: حساب زکات اسهم فایده جویی چگونه است؟ دانستن حساب زکات اسهم فایده جویی برای مردم دشوار است. بنابراین برای صاحب اسهم واجب است که از شرکت تفسیر و ایضاح زکات فرضی اسهم را طلب کند و از روی آن زکاتش را در وقتش پرداخت کند و بر همه شرکت ها واجب است که زکاتش را در وقتش پرداخت کنند. سوال: اگر شرکت زکاتمان را حساب نکند، پس صاحب سهم چیکار کند؟ اگر شرکت زکات را حساب نکند، پس صاحب سهم از شرکت با دانستن سهم و مقدار زکات خود 2.5% زکات آن را پرداخت کند. سوال: شخص 6000 سهم را به مقصد فایده جویی خریده بود، پس زکات آن را چگونه حساب کند؟ شخص 6000 سهم را به مقصد فایده جویی خریده بود، پس برای پرداخت زکات آن به قیمت سهمی در جدول خانه زکات شرکت ها بوده نظر کند، پس آن 6000 را به 0.01 ضرب کند، پس نتیجه قیمت زکات حاصل می شود
که آن به 6 دینار برابر است. سوال: آیا به شرکت هایی که احکام شریعت را رعایت نمی کنند همراه کار کردن جایز است؟ به هر مسلمان واجب است که به شرکت هایی که احکام شریعت را رعایت نکرده به ربا و حرام معامله می کنند همراه کار کردن جایز نیست. سوال: مال هایی که از هر راه حرام به مبلغ حلال ما همراه شد، پس آن را به کجا صرف کنیم؟ بر ما واجب است که از آن مال حرام خلاص شویم و آن را از مبلغ حلال خود جدا کرده به یکان کار خیر صرف کنیم، مگر برای چاپ قرآن و بنای مسجدها. سوال: بعضی از انسان ها از سهمی که شرکت خسارت دیده است از آن زکات را پرداخت نمی کنند. آیا این عمل درست است؟ این عمل درست نیست. و سهمی که از آن خسارت دیدن و یا فایده برای پرداخت زکات تأثیری ندارد، واجب است که صاحب سهم با نرخ بازار زکاتش را پرداخت کند. سوال: مقصد از سندها چیست؟ سندها جمعی سند است که آن به معنای سند قرض و دستخطی که قرض گیرنده به قرض دهنده می دهد و اینچنین به معنای دارایی و دریافت دولت و یا شرکت می باشد که آن به تاریخ معین و فایده ثابت ثبت می شود. سوال: حکم صادر کردن سند قرض برای فایده از ربا چیست؟ صادر کردن سند قرض برای فایده از ربا حرام است. سوال: اگر شخصی از ربا با راه استفاده سندها فایده به دست آورد، آیا از آن زکات پرداخت نماید؟ علمان اتفاق بر آنند که از فایده ربا زکات پرداخت کرده نمی شود. با همین سوال ها از زکات سهم به آخر رسید. از الله سبحانه و تعالی پرسان آن هستیم که به ما از حلال ها نصیب بگرداند و از حرام ها ما را دور گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.